لحظه های زندگی، برنامه جالب و متفاوت از دکتر فرناز زنده، روانشناس بالینی، یک شنبه ها 10:30 بامداد، دو شنبه ها 10 شب از تلویزیون جهانی تصویر ایران. بینندگان عزیز و محترم، روز تابستونی 10 جولایتون بخیر. امیدوارم که روز و هفته زیبایی رو شروع کنیم. دکتر فرناز زنده دل هستم در خدمت شما عزیزان. مطلبی رو که برای امروز انتخاب کردم مطلب بسیار جالبی هست. شما حتما عزیزانی رو دارین که مجله، کتاب، وسائلی رو که نیاز ندارن جمع‌آوری میکنن. حتی ممکنه ماها و سالها پول بدن و انبار یا استوریجی رو بگیرن که مبادا اون وسائل کهنه‌شون رو دور بندازن. اسم این مطلب به انگلیسی میشه hoarding، یعنی جمع‌آوری وسائلی که انسان نیاز نداره به حد بیمارگونه. انسان‌هایی هستند که ممکنه از باورتون نمیشه، میشه از زمین تا سقف خونه‌شون پر از وسائلی باشه که نیاز بهش ندارن. یعنی این دیگه از موضوع انباری و استورج دیگه گذشته. این باعث میشه که اطرافیانشون هم ناراحت بشن و به حدی برسه که به سلامتی و روان اطرافیان هم صدمه بزنه. دلم میخواد یه مثال خیلی جالبی رو براتون بزنم. 17 سال پیش که من انترن بودم و انترن پت تیم بودم، به انگلیسی میشه سایکیاتریک امرجنسی تیم، یه تیم که سوپروایزر روانشناس به علاوه پلیس و یه نفر برای امنیت با ما میومدن و منزل انسانهایی میرفتیم که نیاز به کمک داشتن. تلفنی گرفتیم که همسایه ها زنگ زده بودن به ما که خانومی 62 ساله اینقدر در خونش جمع آوری وسائل کهنه و عجیب و غریب کرده بوده به حدی که از خونه چندین روز بوده بیرون نمیمده و همسایه ها نگران شده بودن که این شخص وقتی منزلش، آشپزخونش، اتاق خواباش پر از باکس و وسائلی که استفاده نمی کنه هست، چطور آشپزی می کنه و چطور اصلا می تونه از خونه بیاد بیرون و وارد خونه بشه. حتی جلوی در هم باکس بوده و این باعث میشه که ما تیم با هم بریم و به این شخص کمک بکنیم. هیچ وقت یادم نمیره، اول من رو جلو فرستادن و به خاطر امنیت پلیس هم با ما میومد که ما در خطر نباشیم. این خانم اولین جمله‌ای که گفت این بود که شما اومدین اساس‌های من رو دور بندازین، خواهش میکنم دست به اساس‌هام نزنید و با التماس این سخن رو با ما داشت. من بهش گفتم احترام برای هم خودش هم اساس‌هاش قائل هستم و دست به هیچ چیزی نمیزنم، فقط میخوام باهاش صحبت کنم و خیالم جمع باشه که امن هستش. با سختی و کمک منو تونستن را بدن که من برم منزل این شخص. این شخص 2 سال پیش ناگهانی دخترش رو در تصادف از دست میده. این شخص پروفسور یک دانشگاه معتبر بوده و بسیار موفق بوده در زندگی اجتماعی و در زندگی کاری و از همه لحاظ که فکرشو بکنید. این باعث میشه که جمع‌آوری بشه یک دفاع روانی و یک وابستگی اتچمنت شدیدی نسبت به وسائلی که دخترش باهاش خاطرات داشته انجام بگیره این کار. و این اتفاقا وسائل تمام وسائلی نبوده که بیهوده یا آشغال باشه به قول معروف، وسائلی بوده نصفش که خاطراتی که با دخترش داشته، نوشته‌هایی که دخترش جورنالیست بوده و پابلیش شده بوده، تمام اینها به علاوه لباس‌هاشو نگه داشته. از وقتی شروع کرد راجع به از دست دادن دخترش صحبت بکنه، نوشته‌های دختر جورنالیستشو با من در میون بذاره، اشک می‌ریخت و متوجه شد خودش که
باعث شده بود به این کامپالسیو بیهیویر رو ببره، یعنی وسواس عملی به حدی که آشغال و چیزهایی رو که نیازم بهش نداشته دیگه باعث میشه جمع بکنه بدون اینکه آگاه باشه داره این کارها رو انجام میده. تا حدی هرچی بیشتر راجع به از دست دادن دخترش میگفت بیشتر صحبت میکردیم راجع به این که آیا جمع‌آوری داره کمک بهش میکنه یا کمک نمیکنه، و قبول کرد که پتیم براش غذا بگیرن و دو روز دیگه من برگردم و تقسیم بکنیم بین اون وسائلی که مربوط به خودش و دخترش که واقعا باهاش خاطره داشته جدا بشه از چیزهایی رو که واقعا نیاز بهش نداشته. و میخوام الان وقت خوبیه که فرق هوردینگ جمع‌آوری بیمارگونه رو با کلکتینگ که انسان چیزهایی رو جمع میکنه که والیوبل یعنی ارزش داره چی هست. انسانی که دچار هوردینگ هست که 40% انسان‌هایی که وسواس ذهنی و عملی دارن obsessive compulsive disorder 40%شون دچار هوردینگ میشن، نه همشون. حتی علم به جایی رسیده که این کاتگوری هوردینگ رو میخواد کامل جدا در نظر بگیره. پس میشه یه فرمی از OCD ولی خود OCD نیستش. حالا فرق بین جمع‌آوری غیر منطقی و جمع‌آوری کالکت کردن واقعا چیزهایی که ارزش داره چی هست؟ وقتی انسان این خانم محسن که راجبش صحبت کردم وسائلی رو جمع میکنه که واقعا نیاز بهش نداره، خودش خجالت میکشه، خودش باعث میشه که خودش رو از اجتماع مقدار دور بکنه، برای اینکه واقعا شرمنده هست و نمیتونه وسائلی رو که نیاز نداره به انسانهای دیگه نشون بده. و وسائل میتونه همون مجله های کهنه باشه، نیوزپیپرهای کهنه باشه و غیره. ولی کسی که آنتیک داره جمع میکنه، نمیدونم جولری جمع میکنه، کوین جمع میکنه، اینها رو صبرش نیست با انسانهای دیگه در میون بذاره و بهشون نشون بده. غرور داره و میباله به اون اساسهای والیوبلی که جمع کرده. بنابراین خیلی فرق داره. انسانهایی که دچار هوردینگ هستن و این وسواس عملی رو کامپالشن رو انجام میدن تو هم میتونه باشه با علائم افسردگی، علائم استراب، و همونطور که گفتم این وابستگی رو که دارن نسبت به وسائلی که بهش نیاز ندارن غیر طبیعی هست تا حدی. میتونن استراب هم داشته باشن. بیشتر علم به اینجا رسیده که بیشتر شایع هست بین خانوم ها، ولی هنوز آمار نتونسته کامل واقعا بگه که حقیقت داره همچین موضوعی، برای اینکه بین آقایون هم میتونه شایع باشه، ریسرچ نشون میده. بنابراین نمیتونیم روی این تکیه کنیم، بستگی به انسانها داره و من فکر میکنم تا حد مساوی باشه. دلایل از کجا میتونه حالا منشأ بگیره؟ ببینید میتونه به ژن ارثی ربط داشته باشه، بین دوقلوهای یکسان بیشتر هست، به بیولوژی ارتباط داره، بخشی از مغز به اسم اینسولا و سینگولت کورتکس پرکارتره در انسانهایی که دچار جمع‌آوری بیمارگونه هستن. خیلی موضوع جالبه. به علاوه اینکه سروتونین ماده شیمیایی مغزشون کمتر میتونه ترشح کنه که ربط داره به OCD و به افسردگی. بنابراین دارو درمانی هم میتونه کمک کنه در این موضوع. یه دلایل بسیار مهم دیگه برمیگرده به روان یک انسان. آیا در کودکی والدینی داشته که باهاش کشمکش میکردن، سختگیری میکردن، تحقیرش میکردن،
خیلی جدی باهاش برخورد میکردن و والدینی بودن که تا حدی پرفکشنیستیک بودن، یعنی همه چیز باید به نحو احسن انجام میگرفته و بسیار ایرادگیر بودن. اینو در نظر بگیرین که آمار هم نشون میده انسانهایی که کودکی و نوجوانی مشکلی دارن در سن 50 سالگی به بعد این موضوع هوردینگ خودش رو ابراز میکنه. به من اشاره کردن از اتاق فرمان که الان وقت برای آگهی های بازرگانی هست. با من باشین تا بخش دوم برنامه. خب بینندگان عزیز، بخش دوم برنامه هست. مطلب راجع به هوردینگ هست که به فارسی میشه جمع‌آوری وسائلی که انسان نیاز نداره به حد بیمارگونه، به حدی که از زمین تا سقف خونه یا انباری پر از جنس‌هایی که انسان نیاز بهش نداره هست. و داشتم راجع به دلایل صحبت می‌کردم که منشأ می‌گیره، به ژنتیک ربط داره، به مسائل روانی ربط داره، به مسائل کودکی و نوجوانی رسیده بودم ربط داره. کسایی که والدینشون سختگیری کردن، کشمکش ها بوده، به علاوه مجادله، خب تا حدی این پایگذاری رو کردن برای رفتارهای بیمارگونه. میتونه وسواس ذهنی و عملی باشه. خب به اینجا رسیدم که وقتی که انسان در کودکی و نوجوانی امنیت ازش تا حدی گرفته میشه، یعنی ناامنی رو با ترس با هم تجربه میکنه، این باعث میشه که احساس بکنه که واقعا اون سیکیوریتی، اون سیفتی، اون اتچمنت، وابستگی واقعا هلتی رو از دست تا حدی داده. میتونه رو ببره به اینکه وابسته بشه به، مثال میزنم، به وسائلی که نیاز نداره و خودش یه ارتباط با آبجکت، با اشیا هستش. داشتم یه مثالی زدم راجع به یه خانم مسن که دخترش رو 2 سال پیش ناگهانی از دست میده و با جمع‌آوری وسائلی که خاطرات دوتاییشون بوده به علاوه وسائلی که نیاز نداشته کرده بوده بر یک، به قول معروف، دفاع روانی برای کوپ کردن، مبارزه کردن با اون ترسی رو که واقعا و غمی رو که تجربه میکنه بعد از دست دادن دخترش. حالا دلم میخواد یه مثال بسیار جالبی براتون بزنم. یه آقایی که با خانومش در یک منزل یه اتاق خوابه زندگی میکنه و همیشه صحبت از این میکنه که وقتی ایران بوده در یه خونه بسیار بزرگ 2 طبقه 5 اتاق خوابه زندگی میکرده و مثل شاه بوده، کارخونه خودش رو داشته و برای خودش کسی بوده، ولی وقتی مهاجرت به آمریکا میکنه خیلی تا حدی احساس میکنه که زندگیشو از دست میده. اون وضع مالی و اون احترامی رو که انسانها براش قائل بودن دیگه در آمریکا براش قائل نیستن و تک و تنها با دخترش، با ببخشید خانومش، در این خونه زندگی میکنه، باعث میشه که شروع بکنه تمام اون اشیایی رو که درست میکرده در کارخونش تمامو جمع بکنه در خونش، از زمین تا سقف مهمانخونه و اتاق خواب پر میشه از اشیایی که نیاز نداشته ولی به گذشته او ربط داشته. خانم محترمش این موضوع رو درک میکنه که انقدر شوهرش از دست داده، با این جمع‌آوری یه مقدار احساس خوبی رو میتونه بکنه، ولی به حدی بوده که بیمارگونه بوده، به حدی بوده که روی زمین دوتایی میخوابیدن و حتی جا نبوده که دیگه تختشون رو بتونن استفاده بکنن. و این خانم به من مراجعه میکنه و وقتی به من مراجعه میکنه موقعی بود که من آخرین سال انترنشیپم بود و شوهرش قبول میکنه که روان درمانی گروهی تشریف بیاره
و اونطوری راحت تر بوده که با ایرانی های دیگه باشه که همین مصیبت رو واقعا می کشن. هیچ وقت من یادم نمیره گروه اول شروع کرد راجع به گذشتش صحبت کردن، انسان های دیگه باهاش امپاتی داشتن و اونها هم شروع کردن صحبت کردن راجع به اینکه چه چیزها یا چه انسانهای عزیزی رو تو زندگیشون از دست دادن. یکی صحبت کرد راجع به اینکه چطور برادرش خودکشی میکنه و او رو وقتی 32 ساله بوده از دست میده. انسانهای دیگه راجع به درد و غمشون صحبت میکنن. این شخص متوجه میشه که از دست دادن کارخونه، از دست دادن خونه انقدر هم میتونه دردناک براش نباشه، ولی از دست دادن دوستهاش، از دست دادن اون وضع اجتماعی که داشته در ایران براش خیلی مهمتر بوده و همین که ارتباطی رو شروع میکنه با انسانهای دیگه در این گروه درمانی یه مقدار احساس میکنه که تسکین داره پیدا میکنه و شروع میشه روی این موضوع باهاش کار کردن. یادم نمیره خانومش تعریف میکرد که هفته دو سه بار شبها تا صبح شوهرش بیدار بوده و پازل درست میکرده. با همین پازل خیلی جالبه، سمبل اون درون شکسته و اینی که احساس میکرده که درونش منقلبه و خیلی چیزها از هم پاشیده شده و از طریق این پازل ساختن احساس آرامش میکرده، احساس میکرده که واقعا درونش رو داره کمک میکنه که به قول معروف اینتگریت بکنه و کامل بکنه، به هم بچسبونه. و خیلی جالب بود اینجا من تو فکر یادم رفتم که ما میگیم خیلی از رفتارها میتونه بیمارگونه باشه، ولی تا وقتی که صدمه به دیگران نزنه یا صدمه به این شخص نزنه نمیتونیم اسم بیمارگونه روش بذاریم. این شخص دیگه ریتایر کرده بوده و اگه شب تا صبح خوابش رو از دست میداده، روز بعد سعی میکرده تا حدی خوابش رو جبران بکنه. و چرا این پازل درست کردن ما از این شخص بگیریم؟ به علاوه این که این کودکان پازل و لگوز میگرفته و کاخ درست میکرده، خونه درست میکرده و واقعا چقدر مهمه که وقتی که ما میدونیم انسان یه علائمی رو داره نشون میده و این شخص علائم دو قطبی، بیماری دو قطبی رو نشون میداد وقتی ارزیابی کامل کردم، ولی از یه طرف یک رفتار و کردارهایی رو انجام میداد مثل همین ساختن کاخ، ساختن خونه که واقعا ما نمیتونیم بگیم بیمارگونه هستش. و همینی که احساس کرد که ما احترام براش قائل هستیم، برای دیفنس مکانیزمش و ازش نمیگیریم، ولی این موضوع هوردینگ، موضوعی که جمع‌آوری میکرد وسائلی که نیاز نداشت و داشت صدمه بهش میزد و به خانومش و از لحاظ اجتماعی خجالت میکشید اصلا انسانهای دیگر رو دعوت کنه بیان منزلش، شروع کرد خودش کم کم به جمع‌آوری و کنار کردن وسائلی که نیاز نداشت. دور نتونست بندازه حقیقت رو بخواین، ولی فقط کنار میکرد و از خانومش کمک میگرفت که این وسائل رو کنار براش بذاره یا بده به گودویل. پس بنابراین نتیجه میگیریم که برای هر شخصی دلایل میتونه متفاوت باشه و بسیار مهمه که همیشه ما ارزیابی بکنیم. و دلم میخواد دو دقیقه که وقت داریم رو راجع به تریتمنت که مؤثر هست، همینی که براتون توضیح دادم، این دوتا مثالیه که براتون زدم، بهش میگیم CBT Cognitive Behavioral Therapy به علاوه Psychodynamic Therapy که من این دوتا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. این باعث میشه که انسان با واقع بینی نگاه بکنه به Irrational Beliefs که به فارسی میشه اون عقاید غیر منطقی، که ببینه واقعا ریشه هاش از کجا منشأ میگیره و چطور رو تک تک این مسائل ما کار باهاش میکنیم و به علاوه که در نظر میگیریم که چه حوادثی برای این شخص تو زندگی واقعا مهم بوده و
احتیاجه که صحیح تا حدی بشه و به قول معروف روشون کار بشه که این شخص بتونه رفتار و کردار طبیعی رو ابراز بکنه در زندگیش که نه صدمه به خودش بزنه نه به عزیزانش. بنابراین مطلب ما بود راجع به هوردینگ، جمع‌آوری وسائل به طور غیر منطقی و بیمارگونه. و باز میگم یه فرمی از obsessive compulsive disorder هستش و تریتمنتش هست دارو درمانی به علاوه روان درمانی و گروه درمانی. وقتی دست به دست میده این تریتمنت ها رو ما با هم استفاده میکنیم، به موفقیت خیلی زودتر میرسیم تا اینکه یکی از این راه درمان رو انتخاب بکنیم. و من هفته دیگه حتما راجع به وسواس ذهنی و وسواس عملی OCD حتما خواهم صحبت کرد. و یادتون باشه 40% از انسانهایی که دچار هوردینگ هستن OCD دارن، ولی تمام انسانهایی که obsessive compulsive disorder دارن هم حتما رو نمیبرن به جمع‌آوری وسائلی که نیاز ندارن. و اینم یادتون باشه انسان وقتی وابستگی پیدا میکنه به وسائلی که نیاز نداره، ریشه هاش بسیار عمیق هست و واقعا راجع به اون وقت به اون وسائل کار نداره، به درون این شخص ربط داره. آیا چه چیزهایی رو ازش گرفتن یا گرفته شده ازش؟ آیا چطور ناامنی رو تجربه کرده؟ چطور ترس رو تجربه کرده؟ و چطور ناخودآگاه و آگاه با جمع‌آوری وسائلی که نیاز داره و نیاز نداره میخواد جبران بکنه، کامپنسیت بکنه برای همچین تجربیاتی که تو زندگیش داشته. و یادتون باشه انسان در کودکی و نوجوانی پای گذاری میشه براش اون ریشه های وسواسی و میتونه در سنین 50 سالگی به بالا بیشتر خودشو ابراز کنه، موضوع هوردینگ. ولی راجع به OCD obsessive compulsive disorder حتما هفته دیگه باهاتون صحبت خواهم کرد با کمال میل. ممنون از استقبالتون از برنامه من. میتونید به یوتیوب و فیسبوک مراجعه بکنین و برنامه ها رو دنبال کنید و سه شنبه شب هم در 670 ساعت 9 شب با شما خواهم بود، به تلفن های شما عزیزان پاسخ خواهم داد. الان وقت بسیار محدوده و در برنامه تصویر ایران من فقط برنامه اجرا می کنم، وقت نیست برای تلفن گرفتن، ولی سه شنبه شب با کمال میل. و دوست داشته باشین هم میتونید برای مشاوره با تلفن خودم با هم تماس بگیرید. روز همگی خوش. لحظه های زندگی، برنامه جالب و متفاوت از دکتر فرناز زنده، روانشناس بالینی. یک شنبه ها 10:30 بامداد، دو شنبه ها 10 شب از تلویزیون جهانی تصویر ایران.